با سلام و تبریک سال نو به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به تبریک ها و واکنش های سلبریتی ها و هنرمندان به سال عجیب و تلخی که گذشت و سال جدیدی که شروع شده پرداختیم. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار ویدیویی در پیج شخصی اینستاگرامشون فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز بهاری نو رو به هموطنان تبریک گفتن. قسمتی از این ویدیو رو با هم می‌بینیم. هممیهنان عزیزم، فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز بهاری نو را به شما شادباش میگویم. سالی که گذشت سال درخشش و سرافرازی ملت ایران بود. شما در این سال در مقابل یکی از ستمکارترین رژیم‌های تاریخ حماسه‌ای به نام زن، به نام زندگی و به نام آزادی آفریدید و پس از چندین سال مبارزه جانانه و میهن پرستانه سرانجام توانستید جهانیان را به تحسین دلیری و بزرگی خود وادارید. یاسمین پهلوی با انتشار عکس‌های خانوادگی به همراه شاهزاده رضا پهلوی، دخترانشون و شهبانو فرح پهلوی نوشت: گرد آمده ایم تا نوروز، جشن باستانی امید، زایش و شکوفایی دگرباره را گرامی بگیریم. در زمانی که جوانان دلیر کشور در حال مبارزه برای تولد دگرباره ایران هستند، 44 سال است که نوروز ایرانیان در هم تنیده با اندوه از دست دادن جاویدنامانی است که در راه آزادی میهن جان باختند. باشد که امسال واپسین سال از این جنس باشد و نوروز دیگر را کنار یکدیگر در وطنمان ایران و به مثابه روزی نو برای ایران جشن بگیریم. استوری مینا وحید نوشته: سال نو مبارک، امیدوارم سال جدید برای همه پر از شادی، آرامش و برکت باشه. جای همه عزیزانی که بین ما نیستن خالی، یادشون همراه ماست. استوری علیزیا که نوشته: آدم دیگه نمیدونه با چه روی عید و تبریک بگه. عید من اون روزیه که این همه غم و ناامیدی تو چشمهای مردم کشورم نباشه. استوری دیگه ای از علیزیا که نوشته: به یاد همه اونایی که نمیشناختیمشون ولی برای از دست دادنشون ساعتها گریه کردیم. استوری خانم لیلی رشیدی که با انتشار ویدیوی کوتاهی از افرادی که در این سال دستگیر شدند و هنوز هم آزاد نشدند و در کنار خانوادهشون نیستن نوشت: ما بی شما عید نداریم، حال خوش نداریم. استوری آقای علی کریمی که با انتشار ویدیوی کوتاهی نوشت: به امید آزادی ایران. استوری دیگه ای از علی کریمی که با انتشار این عکس ها نوشته: به یاد تمام زندانیان راه آزادی، به امید رهایی همه عزیزان در بند. استوری حسین پورکریمی که نوشت: شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی، این داغ خیلی داغه. استوری بهار کیان افشار. استوری الهام حمیدیان که نوشته: عید نوروز مبارک، هر پایان نوید بخش شروعی دیگر است، این بار با ایمان و شجاعت آغازگر بهترین باش. استوری آقای حسین رونقی که پست مادر کیان پیرفلک رو منتشر کرده از پارسال شب عید که کیان در آرایشگاه بوده. استوری حمید رضا آذرنگ که نوشته: دروغ چرا، با این همه سوگ کهنه سال تازه راهی به حالم نمیبرد، اما شادی و عشق و دست و دلهای با هم، امید که در سال روبرو سهم مردم سرزمینم باشد. استوری حمید فرخ نژاد که این ویدیوی تبریک شاهزاده رضا پهلوی رو منتشر کرده و نوشته: به امید سرنگونی حکومت ظلم. استوری شقایق دهقان که نوشته: گاه رفتگان سالهای مرده زنده تر از زندگان می نمایند. استوری هنگامه خواننده ایرانی که نوشته: با نوروز نو میشه همه روزامون، ولی جای خالی عزیزانمون یادمون هست، به امید روزهای روشن برای همه هموطنانمون. استوری لادن طباطبایی با انتشار اسم تعداد زیادی از کشته شدگان اعتراضات سراسری نوشت: این عید، عید اولشونه. در استوری بعدی هم این خبر رو منتشر کرد که توماج صالحی سال خوبی رو برای مردم ایران آرزو کرده.
خزر معصومی هم این توییت از گوهر عشقی رو منتشر کرده که نوشته: بهار طبیعت و نوروز باستانی بر شما خجسته باد. در این ساعات پایانی سال 1401 در کنار آرامگاه ستار بهشتی و در برابر شما مردم عزیز سوگند یاد می‌کنم تا رسیدن به دادخواهی خون پاکترین فرزندان و آزادی ایران از پای ننشینم و دادخواه خون فرزندان این خاک به خصوص فرزندم سید محمد حسینی باشم. استوری آقای حامد اسماعیلیون. استوری سهیل مستجابیان که نوشته: یاد تمام رفتگانمون گرامی، امیدوارم روزهای بهتری پیش روی هممون باشه، سال نو پیشاپیش مبارک. پستی از پانتا بهرام که عکسی از خودش سر سفره هفت‌سین منتشر کرده که نوشته: این نه آغاز که ادامه است، بر همه شما درود. پستی از شروین حاجی‌پور که نوشته: ولی رفیق اگر بمانی زیباست، همین که یک نفس بخوانی زیباست، معنی دوست را بدانی زیباست، معنی عشق را بدانی زیباست. سالی پر از امید برای مردم صبور و مهربون کشورم آرزو می‌کنم که لایق قشنگ‌ترین لحظه‌هان. این هم پستی از آقای رسول خادم که نوشته: در میان صدها سال غم و تلخی و ناکامی و یا شادی و کامروایی ما مردمان، در طول روزگار نوروز باستانی زنده مانده است. نوروزی که خودش و پیش و پسش بهانه است برای انجام بسیاری از رفتارهای نیک. نوروزی که دشمنان زیادی دارد، دشمنانی که از رگ گردن به ما نزدیکترند. نوروز باستانی را پاس بداریم به نام خداوند رنگین کمان، به یاد خداوند باوان و آرتین و کیان. اینم پستی از افسانه بایگان با انتشار عکسی از خودش نوشت: نرم نرمک میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، نوروز شمایید، وجودتان در ایام این عید باستانی و خجسته مبارک باد و راه روشنا، بهار 1402. این هم پستی از محسن کیایی که نوشت: سال 1401 سال شیرزنان ایرانی بود، سالی که گذشت، سخت گذشت، سالی که تمام شد، سال شروع بود. به امید روزهای بهتر، به امید آزادی دربندها، به امید احترام، به امید آزادی بیان، به امید ایرانی آباد و مردمی شاد. استوری دنیا دادرسان که نوشته: سال نو رو به همه شما فالوورای نازنینم تبریک میگم، با آرزوی سالی پر از امید، خوشی و آزادی و آرامش، دوستتون دارم، عیدتون مبارک. پست شاهدخت نور پهلوی که نوشته: نوروز نماد امید است، پس از مدتها برای نخستین بار حس واقعی من این است، امید دارم که آزادی خواهان شجاع کشورمان را پس بگیرند، امید دارم که صلح و آرامش به خیابانهای ایران برگردد، امید دارم که من و خانواده‌ام بتوانیم در آن خیابانها قدم بگذاریم، مهمتر از همه به آینده ایران امیدوارم، ایران جایی خواهد بود برای همه ایرانیان، جایی که زیبایی و شکوه ملت و فرهنگمان محترم باشد، جایی که حیات وحش و محیط زیست آن محافظت شود، جایی که از تفاوت‌ها نترسند بلکه آن را جشن بگیرند و روشن‌اندیشان به جای خاموشی شکوفا شوند، جایی که عشق و رقص به اندازه تمام این سالهای سرکوب خیابانها را پر کند. ایران آزاد خواهد شد. من هرگز اینقدر به آزادی کشورمان امیدوار نبودم. استوری سینا ولی‌الله. استوری علیرضا شهرداری، تیمارگر و همراه پیروز، یوز ایرانی که متاسفانه از دستش دادیم، نوشته: بهار آمده اما هوا هوای تو نیست، مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست، به شوق شال و کلاه تو برف می آمد و سالهاست از این کوچه رد پای تو نیست. حامد بهداد هم نوشته: به نام خداوند رنگین کمان، نوروز پیروز، 1402 مبارک. استوری مهناز افشار که نوشته: عزیزای دلم، مردم نازنینم، طرفداران نازنینم، نوروز بر همه شما مبارک. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.